مرقس فصل 13 وقت عیسی از خانه خدا خارج می شد یکی از شاگردان به او گفت ای استاد این سنگ ها و ساختمان های بزرگ را ببین عیسی به او فرمود این ساختمان های بزرگ را می بینی؟ هیچ یک از سنگ های آن روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند بلکه همه زیر و رو خواهد شد وقت عیسی در کوه زیتون روبروی خانه خدا نشسته بود پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به او گفتند به ما بگو این در چی وقت واقع خواهد شد؟ علامت نزدیک بودن وقوع این امور چی خواهد بود؟ عیسی در جواب آنها فرمود متوجه باشید که کسی شما را گمراه نکند بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من او هستم و مردم زیاد را گمراه خواهند ساخت وقت صدای جنگ ها را از نزدیک بشنوید و یا اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان برسد هراسان نشوید این چیزها باید واقع شود اما هنوز آخر کار نیست ملت با ملت دیگر و مملکت با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار زلزله ها روی می دهد و خشکسالی خواهد شد این چیزها علائم شروع درد مانند درد زایمان است اما متوجه خودتان باشید شما را برای محاکمه به شوراها خواهند کشانید و در کنیسه ها تازیانه خواهند زد به خاطر من شما را به حضور حکمرانان و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آنها شهادت دهید اول باید انجیل به تمام ملت‌ها برسد پس وقت شما را دستگیر می کنند و تسلیم می نمایند پیش از پیش ناراحت نشوید که چه بگویید بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته می شود همان را بگویید چون اوست که سخن می گوید نه شما برادر برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد و پدر فرزند را فرزندان بر ضد والدین خود قیام خواهند کرد و آنان را به کشتن خواهند داد همه مردم به خاطر اینکه نام من بر شماست از شما رویگردان خواهند شد اما هر که تا به آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت اما هرگاه آن مرداری نجس را در جایی که نباید باشد برقرار ببینید شنونده بداند مقصود چیست کسانی که در یهودیه هستند به کوها فرار کنند اگر کسی در پشت بام خانه است نباید برای بردن چیز پایین بیاید و وارد خانه شود و اگر در مزرعه است نباید برای برداشتن لباس برگردد آن روزها برای زنان حامله و یا شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود دعا کنید که این چیزها در زمستان پیش نیاید زیرا در آن روزها چنان مصیبت روی خواهد نمود که از زمانی که خدا دنیا را آفرید تا به حال مثل آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد شد اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ جاندار جان سالم به در نمی برد اما به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه کرده است پس اگر کسی به شما بگوید ببین مسیح اینجا و یا آنجاست باور نکنید مسیحا و پیامبران دروغین ظهور خواهند کرد و چنان علامات و معجزات خواهند نمود که اگر ممکن باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند متوجه باشید من شما را از همه این چیزها قبلاً با خبر کردم اما در آن روزها بعد از آن مصیبت‌ها آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید ستاره ها از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان متزلزل خواهند شد آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم و جاه و جلال بر ابرها می آید او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان
جمع خواهد کرد. از درخت انجیر درس بگیرید. وقت شاخه هایش سبز و شاداب می شوند و برگ می آورند، می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقت وقوع این چیزها را ببینید، مطمئن باشید که نزدیک بلکه در آستانه در است. به یقین بدانید، بیش از این که زندگی این نسل به سر آید، همه این امور واقع خواهد شد. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است. هوشیار و آگاه باشید، شما نمی دانید آن زمان کی می آید. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است تا هر کس کار خود را انجام دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید، چون نمی دانید که صاحب خانه کی می آید، شب یا نصف شب، وقت سحر یا سپیددم. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. آنچرا به شما می گویم به همه می گویم، بیدار باشید.